بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مدیریت فرودگاه بین المللی نجف اشرف روز گذشته تعداد پروازها و مسافران ورودی و خروجی در بازه زمانی 1 تا 22 سفر سال جاری را اعلام کرد. گفتنیست تعداد پروازهای وارد شده به فرودگاه به 1781 پرواز رسید که بیش از 226,300 زائر از کشورهای مختلف جهان را به این شهر وارد کردند. شایان ذکر است پروازهای خروجی از فرودگاه این شهر نیز بیش از 186,017 زائر را به مقصدهای مختلف در سراسر جهان جابجا کردند. در پایان شایان ذکر است افزایش چشمگیر ترافیک هوایی در عراق از ماه صفر به مناسبت زیارت اربعین حسینی قابل ملاحظه بود. هشتمین همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین با عنوان زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن اربعین در کربلا آغاز شد. در این همایش که به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهر مقدس کربلا آغاز شده، شخصیت‌های مذهبی و رسمی، تعدادی از رجال حوزوی، شخصیت‌های علمی، جمعی از اقشار مختلف مردم و محققان و متخصصان از نقاط مختلف جهان حضور داشتند. گفتنی است موضوع هشتمین دوره این همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن است. تعداد زیادی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام در سوریه مراسم اربعین حسینی را برپا داشتند. شهر مسیاف سوریه شاهد حضور چشمگیر دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مراسم اربعین حسینی که در مسجد رسول اکرم و در مسجد رسول اکرم برگزار شد. گفتنی است در این مراسم سخنرانان به ایراد سخنرانی و سپس مدیح سرایی پرداختند و همچنین نمایشی از حوادث کربلا به تصویر کشیده شد. شایان ذکر است که شیعیان در کشورهای مختلف جهان از اول ماه محرم الحرام تا روز 20 ماه صفر شهادت امام حسین علیه السلام را گرامی داشته و به تعظیم شعائر حسینی اهتمام می‌ورزند. کوپنهاگ پایتخت دانمارک شاهد مشایع اربعین امام حسین علیه السلام بود که به آرامی و در میان تأمین امنیت و با حضور جمع زیادی از شیعیان برگزار شد. گفتنی است این مشایع توسط انجمن اسلامی در کوپنهاگ هر ساله برگزار می شود. در این مشایع دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در میان مردم علاوه بر آن آب و غذا توزیع کردند و همچنین اعلامیه‌هایی به زبان دانمارکی و سایر زبان‌ها با هدف معرفی امام حسین علیه السلام و رساندن پیام ایشان به مردم سراسر جهان منتشر نموده و توزیع کردند. وقوع سیل در ایالت گجرات هند دست کم جان 26 نفر را گرفت و هزاران نفر را آواره کرد. به گزارش رسانه‌های محلی تمامی خدمات تلفن همراه قطع شده و به خطوط ریلی و جاده‌ها آسیب جدی رسیده و کمک رسانی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ورود و خروج به مناطق سیل زده تنها با قایق و هلیکوپتر امکان پذیر است. شایان ذکر است نیروی دریایی ارتش هند با استفاده از هلیکوپتر و شناورها به صورت هوایی و دریایی مشغول امداد رسانی به سیل زدگان هستند.